خب سلام علیک، خیلی خوش اومدی به یه ویدیو دیگه تو کانال یوتیوب من. یه ویدیوی سوال جوابی ورژن پلنت. با کامبیز دیروز صحبت کردم و تصمیم گرفتیم بیایم یه کار حالا از نظر خودمون باحال بکنیم، اینکه همزمان با هم دیگه دوتا ویدیو بذاریم. من تو کانال خودم، تو کانال خودش، احتمالاً الان این ویدیو که داره میاد اونورم یه ویدیو اومده 20 تا سوالی که عین هم دیگه است، یعنی من 20 تا سوال جواب میدم، اونم جواب میده. بعد برای خودمون جالبه ببینیم جواب کی چه جوریه، چون اصلا با هم دیگه هماهنگ نکردیم، مثلا نمیدونیم جوابمون چقدر نزدیک به هم یا چقدر دور از همه و بامزه میشه. خلاصه بریم که این 20 تا سوالو داشته باشیم. برای اولین سوال میخوام ازت بپرسم که ایده پلنت اولین بار کجا اومد تو ذهنت؟ ایده پلنت، من و کامبیز کلا این مدلی بودیم که خیلی با هم دیگه میشستیم صحبت میکردیم، مخصوصا یه چیزی داریم به اسم کافی تایم، یعنی تو اون تایم میشینیم یه سری ایده ها رو با هم دیگه بالا پایین میکنیم که این کارو بکنیم این کار نکنیم و اینا. بعد خیلی از بحثایی که یهو میرفت سمتش احساس کردیم برای خودمون باحال، شاید برای بقیه هم باحال باشه، چون دنیای من و کامبیز خیلی از هم دیگه فاصله داره. اون خیلی همه چیو فکتوال و علمی و اینا میره دنبالش، من خیلی شل میگیرم خیلی چیزا رو. بعد احساس کردم تصادف این دوتا کاراکتر با هم دیگه توی یه پادکست میتونه باحال بشه و کامبیز هم خیلی پایه بود و رفتیم براش. خب دومین سوالی که ازت میخواستم بپرسم اینه که تا حالا مهمونی آوردین تو پلنت که پشیمون بشین؟ حاشیه ای شد. شاید. آره. چرا؟ ببین میدونم خواهی که بگم. من پلنت با تیم رادیو جوانو خیلی دوست نداشتم، به خاطر اینکه نه که پشیمون شده باشم، اگه برگردیم دوباره دوست دارم اون ویدیوها رو بگیرم، یعنی باحاله از نظر من، ولی یه سری سوال داشتم به جوابش نرسیدم دیگه. تا حالا شده خودتو سانسور کرده باشی تو پلنه؟ چرا شد؟ شده. کجا سانسور کردی خودتو؟ ببین یه چیزی مثل احترام وجود داره برای مهمونی که داره میاد تو برنامه. خب مثلا خیلی موقعا ما این صحبت رو با کامبیز میکنیم که مدل ویدیوهای رشید پور دیدی چجوریه، مهمونه رو میندازه یه گوشه بعد شروع میکنه هی بهش مش میزنه، اونجوری میتونیم برنامه درست کنیم. شاید هم این کار رو بکنیم بعدنا، ولی ممکنه مهمون یه چیزی بگه من باهاش مخالفم، ولی احساس میکنم اگه خیلی بخوام باهاش مخالفت کنم یه ذره حالت توهین ممکنه بشه. حالا تو اپیزود آخر تا یه حدودی سعی کردم از اون داستانه فاصله بگیرم، یعنی تو اپیزود آخر من با خیلی چیزا مخالف بودم. سانسور این مدلی شده. شاید مهمونی شده دعوت کنی، برنامه ریزی کنی، آماده باشین نیاد. آره شده. کی بوده؟ یه اپیزود بود ما راجبه، وای خیلی دوست دارم بدونم کامبیزم اینو داره میگه یا نه، یه زنگ نزنم. ببین یه اپیزود بود، من اتفاقا فکر کنم برای اپیزود آخری که میخواستیم بگیریم بود، ما قبلا راجع به اون کاپلی که با موزیک علیرضا طریسچی یه دونه دابس مچ درست کردن صحبت کرده بودیم. بعد من بعدا فهمیدم که خود اون دختره یه چنلی داره، سرور اگه اشتباه نکنم، که اونم پادکست و اینا میذاره و به نظرم باحال بود چون هم راجبش صحبت شده بود، هم خیلی راجب چیزایی صحبت میکنه که مخالف نظر ماه، باحال میشد اگه با اونا بشیم صحبت بکنیم، حالا به عنوان کاپلی که معروف شدن و اینا. بعد نمیدونم به گوشمون رسیده بود که گفته بود ما دوست نداریم نمیدونم مصاحبه کنیم، یا اصلا کانسپت رو نفهمیده بود کلا، برای همین برنامه ریزی نکرده بودیم، صرفا بهش پیشنهاد دادیم، اونا هم گفتن نه. خب حالا پلنتو گرفتین، با یکی گرفتین، توقع داشتین مثلا بیو زیاد بگیره. آره. کی بوده؟ من ویو نگرفته. من فکر می‌کردم ویدیو با آریا خیلی بیشتر ویو بخوره، با توجه به اینکه تمش بامزه بود، یه ذره شبیه رد دد بود. حالا مثلا فنای آریا هم خیلی گیمی ان دیگه. اون ویدیو رو خیلی توقع داشتم ویو بخوره، ویو نخورد. بعد از اون ور ویدیو با نگار و سوا رو فکر نمی‌کردم انقدر ویو بخوره، ولی ویو خورد. این دوتا ویدیو اندازه هم دقیقاً ویو خوردن، یعنی فکر کنم با هم دیگه میشن 90، میشن 91، هم اینجوری دارن میرن بالا و اصلا فکر نمی‌کردم اینجوری بشه. سوال ششم هم اینه که چی باعث میشه پلنت تموم شه؟ دعوای من و کامبیز احتمالاً دیگه، سر یه چیزی باید با هم دیگه به اختلاف نظر برسیم، حالا یا ایدئولوژی‌های بیرون پلنته. فکر نکنم سر اختلاف نظر تو پلنت
اتفاقی بیفته. یه دعوایی باید بینمون تو زندگی عادیمون بشه دیگه. حالا اینکه چیه نمیدونم الان. یعنی اگه دعواتون نشه همینجوری ادامه میدین تا ابد؟ فکر کنم. فردوسی پور هم همینجوری می‌خواست 90 رو ادامه بده دیگه، اون تا اون درگیر سری داستانای دیگه شد. حالا اگه محدودیت ها نبود دوست داشتین که کی باشه تو پلنت و الان جاش خالی بوده؟ آها این خیلی سوال بامزه‌ایه. اگه محدودیت ها نبود دوست داشتیم کی باشه تو پلنت که الان جاش خالیه؟ و این از ایناست که الان بگم مثلا فردا یه چیز دیگه میاد تو ذهنم. تو رو خدا چقدر اسمایی مختلفی داره میاد تو ذهنم. دو جور میتونم جواب بدم. کسایی که آپشن این که بیان تو پلنت هست ولی خب حالا من خودشون میخوان یا نه، ولی اگه یه جا باشیم مثلا باشون بگیریم، ایمان و کوروشن 100%، یعنی جاشون خیلی خالیه و اصلا دوست نداریم اون برنامه رو آنلاین اجرا کنیم. اونا که 100% هستن، حالا ممکنه یکی رو بگی که دوست داری بیاد تو پلنت، افشین. آقا من باید با افشین پلنت بگم، من حالیم نیست. کامبیزم یه بار تو لایف به من قول داد جلوی 1500 نفر، زد زیر قولش. حالا همین سوالو از کامبیز اگه بپرسی فکر کنم بگه یاسمین مقبلی. خب سوال بعدی اینه که تو مخترین لحظه تو پلنت چی بوده برات؟ از تو مخترینی که یعنی مثلا کامبیز رو مخم بوده یا نه؟ تو مخترین لحظه برنامه برات چی بوده؟ رادیو جوان. یعنی اصلا من واقعا اصلا داشتم توی سیاره دیگه سیر میکردم، اونا اصلا توی سیاره دیگه بودن. احساس میکردم من هر چی دارم میگم و اونا ژاپنی دارن میشنون. یعنی نه لحظه رو بگو. لحظه. آقای فردوسی پور مال چی؟ لحظه همون لحظه ای که سوالو مثلا پرسیدم دیگه. من چون اون اپیزود خیلی رو مخم بود، اون سوالی که تو اون لحظه مثلا ازشون پرسیدم که مثلا استراتژی رادیو جوان چجوریه با اینا و جوابمو نگرفتم، مثلا اون لحظه بعد اینجا اونجاییه که باید یه ذره خودتو سانسور کنی، چون خب باید یه ذره راه بیای دیگه، نمیتونی دعوا کنی که این همه وقت و خلاقیت و انرژی که میذارین ارزشش داره. یه کلمه بخوام بهت بگم نه. خب ولی داریم منو کامبیز به چش بازی بهش نگاه میکنیم. خب یعنی عین یه گیم شده، مثلا ما یه مرحلهشو رد میکنیم وارد مرحله بعدی میشیم. مثلا این اپیزود میگیم سخت ترین اپیزود بود از لحاظ ساختاری برامون ولی میارزید. پس حالا اپیزود بعدی میای مرزه رو چیزش میکنی، چی میگن، گسترشش میدی، مثلا میگی یه کار عجیب تر میکنی. به نظرم یه کرمیه که تومون هست. یعنی اگه واقعا این کارو دوست نداشتیم 15 تا 20 تا اپیزود قبلی پلنت تموم شده بود. به خاطر همین هم از یه سری ها میگن چرا های تم و اینا، چون ما اگه اون تم هم نذاریم اصلا اون علاقه خودمونم یا به برنامه میره، اون بازی رو برای خودمونم راه میندازیم. شما تو ردلاین خیلی اصلا مرز نداشتین، بی‌پروا بودین. آره. مثلا اسم بعضی رو میگفتین، اینجا دیگه نمیگین، چرا؟ یه چیزی آخه تو ردلاین مهمونم بود، بعد ما بیشتر دوست داشتیم مهمونه یه اسمی بگه، چون اسم گفتن ما خیلی برای مخاطب اون موقع رک مهم نبود، چون ما مثلا این هست برنامه بودیم، مهمونه مهم این بود که تو منگنه گیر کنه. این سری تا جایی که من الان داره یادم میاد ما داریم اسما رو میگیم، یعنی اپیزود حداقل من اپیزودی نبوده که اسم نگم. یکی دو بار شده اونم چون مطمئن نبودیم، مثلا تو اپیزود آخر میگیم آقا طرف رفته یه جا مثلا شوگر گرفته یه چیزی شده برگشته، خب من نمیتونم اسم یکی رو بگم چون شاید نکرده، یک در میلیون شاید اون کارو نکرده. من حس لحظه ایمو دارم میگم و بیام به یکی تهمت بزنم که این کارو کردی درست نیست دیگه اون تو پابلیک. سوال 11 هم نصف سوالا رو پرسیدیم. سوال 11 هم. اگه قرار بود یکی از مهموناتون علاوه بر تو کامبیز همیشگی پلنت باشه کی بود؟ یعنی سه نفر بودین. چه بامزه است این سواله. اینو ببین، نرمال اینه که یه دختر بذاریم که بالانس شه، یعنی به نظرم اینجوری میاد. خب ولی ما شیمیمون با سمی خیلی بامزه در میاد، یعنی اصلا همینجوری نشستیم یه جا میگیم میخندیم اصلا خیلی حال ده. فکر کنم جواب کامبیزم سمیه. سوال 12. یه قسمت بود با رها و هلیا، تو دفترچه چیزی نوشتی، چی بود اونی که تو دفترچه نوشتی؟ اینو که کامبی صد گفته، من خواستم بگم که نمی نوشتم یزیدا، ولی من نوشتم سارن. آره ولی یه سری ها فکر کردن اسم دیگه ای نوشتم، ولی نه نوشتم سارن. کامبیزم فکر کنم خون در روش اصلا. سوال شماره 13.
سه تا اپیزود برتر پلنت. آها اوکی، شاید خیلی عجیب باشه، ولی یه اپیزود بود که من و کامبیز، من جان لنون شدم کامبیز سلش، اون اپیزود قطعا اپیزود یک کامبیزه، اینو مطمئنم بدون شک. اپیزود پیره مردا هم ممکنه جزء تاپ 3 باشه برای من. الان که خیلی گذشته، اپیزود اسمش از پولس راست تا یه چیز اینجوری بود، پولس چپ تا یادم نیست، همونی که دهه 60 شده، اون اپیزود یکه برا من، بعد اسلش و جان لنونه، بعد پیره مرداست. خب تو سوال شماره 14 ازت اسم میخوام. هیچی دیگه، اسم یه نفر رو بگو که خب، بعد از اون قسمت پلنت نظرت نسبت به اون شخص عوض شده. دارم میرم تو پلیلیست پلنت، یه دقیقه وایسا ببینم، شاید نظرم بهتر شده باشه. آره من گفتم نظرت یا دیدت عوض شده. قبوله. چه بهتر چه بدتر. قبوله. ببین یه سری ها رو که خب ما میشناسیم خارج از برنامه، یعنی مثلا سمی و رها و هلیا و نمیدونم حتی آریا و اینا، خب کسایی هستن که من قبل از برنامه میدونستم. آها خوب شد دیدم اپیزود از پریودی تا کامران کوچولو، خب که با مترزک رفته بودیم، خب من ویدیوهای مترزک رو دیده بودم، بعد جر میخورم ویدیوهاشو میبینم، ولی فکر نمیکردم کاراکترش انقدر جدی باشه از نزدیک. یعنی حالا نه که خوبه یا بده، ولی کلا خیلی سخت حرف میزد، یعنی با اصلا با انبردست از تو حلقومش حرفو میکشیدی بیرون، یه ذره اینجوری بود. میتونست با مزه تر باشه اون اپیزود. سوال شماره 15، خب در چه صورتی امکان داره یه شخصی رو دعوت کنیم بیا تو پلنت ولی اون شخص معروف نباشه؟ اینکه یه اتفاق خیلی عجیب غریبی، یه داستان خیلی عجیب غریبی داشته باشه که شاید مثلا از هر 20 نفر برای یه نفر ممکنه اون اتفاق بیفته. اصلا مهم نیست، اصلا ما دنبال این که یه نفر که خیلی معروفه بیاد تو پلنت نیستیم، خیلی موقع ناخودآگاه این اتفاق میفته چون تو استانبول بچه‌ها هستن، ولی خب ما نمیشناسیم خیلی از آدمایی که اون داستانای عجیب غریبو دارن. تا حالا شده که کامبیز توی برنامه بره تو مخت؟ 100% تو یه لحظه ای ممکنه پیش اومده باشه، ولی اینکه الان یادم مونده باشه نه. شاید اینکه مثلا هر چی، ببین کلا درسته ها، این اشتباه نیست، خب اینکه همه چی رو میره تهش رو در میاره مولا درزش نره، از چفت و بست داشتن خیلی زیاد یه موقع میره رو مخت، درستش میگم اونها، ولی اینجوری که بابا یهو شل بگیری، حالا اشکالی نداره مثلا بعضی موقع فکر کنی که شاید مثلا اون چیزی که دارن تئوری توتم میگن جالبه یا جالب نیست، بعضی موقع اصلا میگم خیلی سفت میگیره، ولی رو مخم نرفته، صرفا اصلا قشنگی پلنت اینه که اختلاف نظرمون سر این چیزاست دیگه. خب حالا ادامه سوالم اینه که تا حالا شده فکر کنی که یه جوری رفتی رو مخ کامبیز؟ من 100% رفتم رو مخش، آره، ولی اینکه ببینم کجا رفتم رو مخش، من فکر کنم برعکسش دیگه، یه جایی مثلا یه راجب زمین صاف یه چیزی میگم میرم رو مخش. فکر کنم. سوال شماره 17، آره، یه قسمت از پلنت رو در نظر بگیر. خب نظر کدوم شخص معروف ایرانی رو دوست داری در مورد اون قسمت بدیم؟ اوه این بامزه شد. من اون قسمتی که دوستش داشتم رو میگم دیگه، همون از پولس چپ تا بطری بازی یادم اومد، از اون، یعنی از اون نه، یعنی اون اپیزود رو دوست داشتم چون خیلی شبیه نهنگ عنبر رضا عطاران ببینیم، فکر کنم باحاله چون خیلی همون ایده بودن یاد نهنگ عنبر افتاده بودن و فکر کنم واقعا حال کنه باش. حالا من نمیدونم اگه یکیتون آشنای رضا عطاران فامیلشه اینا، اون اپیزود رو بهش نشون بده، بعد اگه کامنتی داد به ما بگه چی گفته. مهمونای پلنت رو بر چه اساسی انتخاب می‌کنی؟ میزان معروفیت یارو تو دو تا سوال پیش یه چیز دیگه گفت، بر اساس میزان نزدیک بودنمون بهشون، یعنی مثلا میگم همون مترزک که گفتم، خب ما با هم دیگه کانکت بودیم، نیده بودیم هم دیگه رو، یهو گفت من اومدم استانبول، باحال اگه برنامه بیفته. آره خب نزدیکیم، الان موقعیتش هم هست بگیریم، هر کی بیاد و اویلیبل باشه و احساس کنیم باحال باش صحبت کردن، پلنتو باش میگیریم دیگه. حالا یه سری ها هستن کامنت میکنن که اونو بیارین، خب یه سری ها واقعا اصلا گفتن بهشون هم چی میگن بیهوده است، چون میدونی طرف نمیاره، اصلا آخرین باری که اینترویو داشته کی بوده، نمیاد دیگه. بهترین مهمون پلنت این سخت شد، خیلی سخت شد.
خیلی سخته اینو نمیتونم، چون میدونی بین بهترین همونه، اگه میگفتی مثلا سه تا بدترین هم آخه دار که. ببین من میگم کوروش به یه دلیل میگم، چون تو اپیزود کوالت هلیا و رهان واقعا همین بودن، یه روز کامل کوروش خیلی اذیت شد و خیلی ریسک داشت درست کردن اون اپیزود با کوروش، به خاطر اینکه ما لباس دوست پوشیده بودیم با ون مشکی وسط شلوغ‌ترین جای استانبول با یوزی داشتیم میدویدیم، رسما داشت یه ریسک خیلی عجیبی برای برنامه یه آدم دیگه ای میکرد، میدونی چی میگم، و خیلی همکاری کرد و کلا پایه بود اون روز، بقیه هم همین بودن ها، ولی اون ریسکی که کوروش کرد خیلی بیشتر از ریسک بقیه بود. من میگم کوروش. آخرین سوال، سوال شماره 20. خب ایوان، یه خاطره که از پشت صحنه تو ذهنت مونده رو بگو ببینم چی بوده. خاطره سر پشت صحنه اون اپیزودی که برای هواپیما بود سقوط کرده بود و اینا، من کلن زخمی بودم، یعنی من گیریمه این بود که من زخمی باشم، من واقعا ولی زخمی بودم، چون هم کلی چیز میز رفت تو دستم جر خورد، هم ما از صبحش داشتیم اونجا رو درست میکردیم، مثلا پدرمون در اومده بود. اگه بخوام یه خاطره این مدلی بگم، اون یکی از سخت‌ترین ویدیوهایی بود که درست کرده بودم، یعنی چون 3-4 روز طول کشید درست کردن اون پلنت، و به نظرم یکی از underrated ترین پلنت هاست، یعنی نمیدونم 40-50 تا ویو اینا خورده، اون خیلی اپیزود عجیبی بود. ولی اگه بخوام یه اپیزود خنده دار بگم، همون اپیزودی که با کامبیز گرفتیم من جان لنون شدم، اون اسلش پشت صحنش خیلی خندیدیم. یه قسمت داره که من باید یه جا وایسم، بعد بچه‌ها دور من کارشون رو انجام بدن، بعد تایم لپس بگیریم، مثلا فکر کنم من یه رو 20 دقیقه تو یه جا وایساده بودم، اینایی کارشون رو انجام میدادن دور من مثل فرفره میچرخیدن. به نظرم یعنی اینا میاد تو ذهنم، و همون کوروش که گفتم رفتیم دزدی و اینا. باحال بود سوالا، ولی این کار رو باید زودتر میکردیم، یا باید حرف کنم 40 تا اپیزود یه بار یه همچین چیزی بدیم. الان واقعا دوست دارم بدونم کامبیز چی گفته، مثلا اون بدتری مهمون پلنت رو نمیدونم کامبیز کیو میگه، واقعا هیچ ایده ای ندارم، ولی میترسم الان یکی رو بگم بعد اونو نگفته باشه، بعد بگم خب چرا اینو داری میگی که اونه. الان واقعا دوست دارم بعد از این ویدیوه برم ویدیو کامبیز رو ببینم اینا اون چی گفته. خلاصه که دمتون گرم، مرسی که پلنت رو میبینین، مرسی که این ویدیو رو دیدی، لطفاً کانال منو کامبیز رو سابسکرایب داشته باشین، به خاطر اینکه همه چی به هم دیگه لینکه، یعنی یه ویدیو یه روز از کانال من میاد، یه روز از کانال کامبیز میاد، این کاره پلنت چیزای دیگه مثل این ویدیوه. و اینکه دمت گرم دیگه، ما خیلی موقع که حوصله نداریم و حوصله‌مون سر میره از یوتیوب و چیزای مدلی، اون کامنت هایی که میخونیم و اون انرژی هایی که میگیریم واقعا مثل بنزینه، یعنی راه میندازه برای اینکه میدونی قطاره وای نسته یه جا. خلاصه دمت گرم، کلی کارهای باحال قرار بکنیم، یکی دوتا تم خیلی عجیب پیشنهادی دارم برای پلنت که امیدوارم بتونیم اونا رو انجام بدیم، چون یه ذره سخته، یعنی یه ذره نه خیلی سخته، ولی واقعا باید اونا رو انجام بدیم. دمتون گرم، تا ویدیو بعدی سابسکرایب یاد نره. بای. تو قطارت بنزین نریز.